ساکنان 52 روستای بخش شاور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه ها و یا زهکش های کشاورزی تأمین میکنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات توی این آب میشوری؟ بله، از این آب همیشه لباسم میشوری. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده میکنی؟ از این آب. در حالی که یک سوم آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. خانم، شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاور قرار گرفتند، وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف می‌کنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم. هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب می‌خوریم. کلی بچه همون مریض شدن، نوزادی که بدونی هم یاد از این آب میخورن. بخشدار شاور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اون چی که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کردن اینجا، ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول میکشه اینجا پروژه. به نظر میرسد سالهاست اجرای طرحهای آبرسانی به این مناطق به طول انجامیده است. در چنین شرایطی ضروری است طرحهای کوتاه مدتی که به سرعت بتواند مشکل آب آشامیدنی روستاهای استان از جمله بخش شاور را حل کند به مرحله اجرا درآید.